سلام عرض میکنم، خسته نباشید. میگم به همه تو بابت این چند روز که دیگه اوج زحمتاتون بوده، انشالله که دستاوردهایی هم که باید یک نمایشگاهی در این سمت داشته باشه براتون فراهم شده و تأثیر بذاره تو اقتصاد این سمت. عزیزم، ما چون وقتمون کمه، آقای دکتر ستاری هم باید جای دیگه باشن، اجازه من صحبت همون خیلی کوتاه کنم. امروز ساعت 5 الکامپ 21 تمام می شود، ولی یادتون باشه تو افتتاحیه گفتم این الکامپ 21 بعد از 21 سال آغاز دوباره ای انشالله برای اینکه این نمایشگاه برسه به جایگاه ملی و بین المللی. می دونین که نمایشگاه الکامپ یکی از نمایشگاه بین المللی ماست. خوشبختانه با حمایتی که شرکت سهامی نمایشگاه و جناب آقای اسپرمودی کردن، قرار است که از این بعد سازمان نظام صنفی رایانه به عنوان یک سازمان مردم نهاد که تمام متخصصین صنعت رو داره مجری و برگزار کننده این نمایشگاه باشه. من این نوید رو در قبل نمایشگاه هم دادم، الان هم تکرار میکنم که دبیرخانه برای اولین بار دبیرخانه دائم نمایشگاه الکام دیگه باز است و برقرار. بنابراین برای برنامه ریزی به جایی که 2-3 ماه وقت داشته باشیم یا حتی کمتر، 1 سال وقت داریم تا الکام به 22. من اجازه بدین کارهایی که به نظر میاد، من آمارا رو گفته بودم، باز یکم خلاصه و سریع میگم. ما امسال قریبه به 500 ورفدار داشتیم، 450 شرکت داخلی، 50 شرکت خارجی با وجود محدودیت هایی که بود. میدونی که ما از قبل تقویم نمایشگاه بسته شده بود و ما وقتی شروع کردیم 18000 متر بیشتر سهم الکام نبود، ولی خوشبختانه با حمایت هایی شد و ساختمون هایی که معمولا زیر بار نمایشگاه نیست و ما به زیر بار آوردیم، موفق شدیم 23000 متر در فضای داخلی و بیرونی و عزیزان غرفه بدیم که بسیار کمه. یادتون باشه من گفتم تقاضای ما حدود 30000 متر بود امسال با وجود تمام مسائلی که بود. اما برای سال دیگه، ما چند تا رویداد و مسئله است که تغییر میده الکامپو. یکیش همین اجرای شدن مسئله برجامه که خب ما همین تو همین نمایشگاه بدون هماهنگی ما چندین هیئت خارجی دور اومد و همه ابراز علاقه کردن که سال دیگه حضور داشته باشن. پس درخواست ما برای سال آینده برای شرکت‌های خارجی چندین برابره. ما یه کار نوعی امسال کردیم که در هیچ نمایشگاهی نمی‌شد به لطف و حمایت‌های آقای دکتر ستاری معاونت محترم ریاست جمهور، در رابطه با حمایت از شرکت‌های نوپا و استارتاپ که این برای اولین باره. ما تقاضای زیادی داشتیم، تو فرصت کم تونستیم به 80 شرکت و کارآفرین جوان این مملکت که آینده رو می‌سازن جا بدیم، ولی من به شما قول میدم که سال دیگه یک سالن کامل و در خور این عزیزان بذاریم، بنابراین چندین برابر، شاید 400-500 فقط شرکت نوپا رو ما سال دیگه داشته باشیم. ما در رابطه با بحث عرض کنم به خدمت و آمارهایی که به من دادن، دیروز به من گفتن پایان وقت رو صحبت میکردیم، بیش از 100000 نفر تا دیروز از نمایشگاه بازدید کردن. ما یکی از نکاتی که توی مسئله الکام داریم زمان برگزاریشه. ما متاسفانه تا این ساله الکام اومده و ورود کرده، داره نزدیک میشه به زمستان. ما بهترین زمانی که درخواست داریم که الکام برگزار شه مهر ماهه. با وجود این در روز دوم عزیزان شاهد بودن توی برف و بارون و آلودگی هوا واقعا ترافیک نمایشگاه بسیار بالا بود. بنابراین نشون میده که صنعت فابا از اونجایی که یک صنعت محوریه، یعنی ما از هر کسی که یک گوشه موبایل توی جیبش داره تا صنایع بزرگ ما همه به فابا وابستن، بنابراین استقبال مردم برای اومدن و بازدید کردن خیلی بیش از اونیه که نمایشگاه دیگه داره. بنابراین چند تا خواسته مشخص داریم از وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت سهامی. یکی تغییر تقویم نمایشگاه است که انشالله بتونیم ما اینو توی مهر ماه، میدونم کار مشکلیه، تقویم رو میبندن بیاریم جلوتر برگزار کنیم. یکی اینه که ما حداقل 40000 متر فضا میخوایم، یعنی وقتی نمایشگاه الکام کنار یه نمایشگاه مهمی مثل نمایشگاه پژوهش برگزار میشه، هر دو تا نمایشگاه به نظر من دوچار مشکله. ما روز افتتاح می‌خواستیم همه عزیزان داشته باشیم، این اشتراکی که بین این دو تا قضیه بود خیلی کار ما رو سخت کرد و واقعا از نظر فضا تو مزیقه بودیم.
یه نکته دیگه که عزیزان غرفه‌داران همیشه میگن بحث ساعت کار نمایشگاه است. خب طبیعتاً اگه نمایشگاه بیاد به اوایل پاییز میتونه ساعت کارم به جایی که ساعت 5 باشه ساعت 6 و 7 بعد از ظهر باشه و صبحا که معمولا خلوته به جای ساعت 9 از ساعت 10 شروع شه. چند تا تقاضا رو می‌خواستم حتما مطرح کنم و بعد اجازه بدید من سریع صحبتمو با اگه بخوام تشکر کنم لیست بلند بالایی است. من فقط اجازه بدید که یه تعداد اسامی رو بگم و ازشون تشکر و قدردانی کنیم. قبل از همه آقای دکتر فیروز آبادی واقعا لطف کردن، هم در افتتاحی بودن، امروز هم میدونی عزیزان همین الان آمدن چون قول داده بودن که برای بازدید بیان آمدن، دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی. آقای دکتر ستاری اون روز هم اینجا بودن ولی خب به دلیل اینکه درگیر افتتاحی نمایشگاه پژوهش و هفته پژوهش بودن ما نجوم قول داده بودن، با وجود تمام من واقعا تشکر میکنم اومدن امروز بازدید کردن غرفه ها رو و همینطور حمایت خودشون از بحث شرکت های نوپای صنعت فاو اعلام کردن. تشکر ویژه داریم از عزیزان دکتر واعظی، آقای جهانگرد، عزیزان معاونین محترم وزارت خونه مدیرانشون که در برپایی سالن دولت الکترونیک و دستاوردهای دولت ما غیر از دولت قوه قضاییه هم داشتیم عمل داشتیم. واقعا عزیزان توی این چند ماه زحمت کشیدن، من واقعا ممنونم. تشکر میکنم از رسانه ها. ما امسال بیش از 100 رسانه و 10 رسانه خارجی داشتیم. واقعا ستاد خبری امسال نمایشگاه کار بی‌نظیر بود. من واقعا ممنونم پوششی که این عزیزان دادن به نمایشگاه و باعث شدن که عموم مردم با خبر بشن. من تشکر میکنم. در آخر هم اجازه بدید از همکاران خودمون در سازمان نظام صنفی رایانه، اعضای محترم شورای مرکزی که با تصویب اجرای این کار این مسیر رو ایجاد کردن، کمیته سیاست گذاری و تیم اجرایی سازمان نظام صنفی، از تک تک عزیزان من واقعا ممنونم که باعث شدن یک بعد از چند سال که ما هی انتظار داشتیم مسائل الکام حل بشه امسال یه الکامپی به دور از حاشیه و خیلی آبرومند برگزار کردیم. امیدوارم که غرفه‌داران عزیزم امروز که کار تموم میشه راضی و خوشحال برن. اگرم مشکلاتی بوده ما رو ببخشید. قول میدیم که این قول من چند جا دادم، سال دیگه الکام بهترین نمایشگاه بین‌المللی ایران باشه. انشالله که به کمک شما عزیزان حتما این مورد فراهم میشه و در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون.